خداوند فیضو برای شما به کمال میرسونه، فیضو برای شما تعیین میکنه، فیضو بر شما اعلام میکنه، خداوند فیض براتون تولید میکنه و فیضو برکتشو تا حد اعلا به زندگی شما و هزاران نسل بعدی شما تقدیم خواهد کرد. کافیه فقط فرمانشو نگه دارید. اسم این موعظه ها هست ارتباط از طریق ده مورد برتر خداوند. در این مجموعه موعظه ها درباره ده فرمان صحبت میکنیم. هفته پیش درباره اصل اول صحبت کردیم. من معتقدم که اصلی در پس هر فرمان وجود داره که به اصل ارتباط مربوطه. هفته گذشته درباره اصل اولویت صحبت کردیم. این هفته درباره اصل پاکی و قداست صحبت میکنیم. من معتقدم این اصلیه که در پس فرمان دوم وجود داره. حالا دلیل این که میخوام اول به سراغ کتاب تصنیه برم اینه که میخوام یه بار دیگه این پیغام رو توضیح بدم، چون فرمان دوم این کلمات رو در خودش داره: نکن یا انجام نده. یا در نسخه قدیمی کینگ جیمز میخونیم تو را خدایانه غیر از من نباشد. مدام میگه انجام نده، نباشد و مکن. 7 از 10 فرمان خداوند کلمه انجام نده رو در خودش داره. انجام نده، مکن. ولی میخوام اینو درک کنید که خداوند این جملاتو نمیگه چون سخت گیره و نمیخواد شما شاد باشید. مثل این میمونه که شما به فرزندانتون بگید توی خیابون بازی نکن، تو حیات خونه بازی کن. شما اینو به خاطر این نمیگید که تو خیابون ممکنه به بچهتون بیشتر خوش بگذره. اینو میگین چون بازی کردن تو خیابون خطرناکه. یادتون باشه که اسرائیلیان داشتن از یه سرزمین بت‌پرستی بیرون میومدن و قرار بود وارد سرزمینی بشن که مردمش بت‌پرست بودن. در اصل مصر سرزمین خدایان بسیار بود و کنعان هم به نحوی سرزمین بت‌های بسیار بود و اون بت‌ها پرستش میشد. این واقعا وحشتناکه. بشنوید مزمور 106 آیه 37 چی میگه: پسران و دختران خود را برای بت‌های کنعان قربانی نمودند. مردم اسرائیل داشتن وارد سرزمین بت‌پرستان می‌شدن. خداوند می‌خواست بهشون هشدار بده که درگیر بت‌پرستی نشن. می‌خوام آیه مربوط رو در تثنیه باب 18 به شما نشون بدم تا مقدمه‌ای برای پیغاممون درباره فرمان دوم خداوند و ده فرمان باشه. تثنیه باب 18 آیه 9: وقتی به سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده است وارد شدید، از آداب زشت مردمی که در آنجا هستند پیروی نکنید. دقت کنید، پیروی نکنید اینجا هم دیده میشه. پیروی نکنید، فرزندان خود را در آتش قربانگاه قربانی نکنید. فرزندان خود را در آتش قربانگاه قربانی نکنید. دقت کنید، مردم این سرزمین فرزندانشون رو مجبور میکردن زنده زنده وارد آتش بشن، زنده می سوزوندنشون. و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر و نه ساحر و نه سوال کننده از اجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشورت می کند. خداوند در آیه 14، البته در قسمت دوم آیه، میگه: ولی خداوند خدایتان اجازه نمی دهد که شما چنین کنید. خداوند خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمی انگیزاند. شما باید از او پیروی کنید. دقت کنید که اینجا کلمه نبی با حرف بزرگ در اول کلمه نوشته شده. بنابراین در اینجا به آمدن عیسی مسیح اشاره شده. اعمال رسولان باب 3 به حقیقت پیوستن این پیشگوییه. آیه 18 رو میخونیم: من از بین آنها یک نبی مانند تو برای ایشان میفرستم. من به او خواهم گفت که چه بگوید و او به همه مردم فرامین مرا خواهد گفت. اینجا هم کلمه نبی با حروف بزرگ نوشته شده و به عیسی مسیح اشاره داره. چیزی که تثنیه باب 18 داره میگه اینه که خداوند چیزای عجیب و وحشتناکی برای شما تعیین نکرده و شما فالگیر، رمال، جادوگر و ساحر نخواهید داشت، ولی خداوند شما رابطه مستقیم برای شما با عیسی مسیح تعیین کرده. بله، رابطه مستقیم با عیسی مسیح. این چیزیه که خدا میخواد. پس در ده فرمان وقتی خداوند میگه کاری رو انجام نده، علتش اینه که خداوند اجازه نمیده شما کارهای این چنینی انجام بدید. خداوند اجازه نمیده بت پرستی کنید یا فرزندانتون رو قربانی کنید. خداوند میگه من برای شما رابطه با عیسی مسیح رو در نظر دارم. بازم بهتون میگم ده فرمان در مورد رابطه هاست. اصل دوم در فرمان دوم خداوند درباره پاکی و قداسته. بذارید بهتون بگم که میخوام سه نکته رو براتون توضیح بدم. نکته اول، خطر ناپاکیه. خروج باب 20 دومین فرمان شامل 3 آیه است. هر نکته‌ای به یکی از آیات مربوطه. پس اول به آیه اول از فرمان دوم نگاه می‌کنیم. خب، خروج باب 20 آیه 4: هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی، لطفاً به کلمه تمثال توجه کنید، چون برخی افراد به جای کلمه تمثال از بت
استفاده میکنن. ایرادی هم نداره، در اینجا هم منظور بت بوده، ولی باز به سراغ کلمه تمثال خواهیم رفت. از آنچه بالا در آسمان و یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین است، برای خود مساز. بسیار خوب، مردم کنعان بیشتر از هر قوم دیگه‌ای در جهان بت پرستی میکردن. اونا برای هر چیزی بت داشتن، میدونین؟ برای باور شدن، برای باران، برای انواع برکت، اونا برای هر چیزی تصاویر رو می ساختن. باید اینو درک کنید و بهش دقت کنید که اسرائیلیان تنها قومی بودن که تمثال خداوند رو پرستش نمی کردن. پس خداوند میگه این کار رو انجام ندید. غلاطیان باب 1:15، در این آیه گفته میشه عیسی مسیح تمثال خداوند نادیده است. اسرائیلیان تنها قومی بودند که خدای نادیده رو میپرستیدن. وقتی مردم اسرائیل به کنعان رفتن، کنعانیان شروع کردن به صحبت کردن با اسرائیلیان درباره خدایان. دقت کنین، مردم کنعان در اون زمان یه خدای شخصی، یه خدای خانوادگی و یه خدای ملی داشتن. اونا به این شکل اسرائیلیان رو فریب دادن. به اسرائیلیا گفتن بله، ما میدونیم که شما یه خدای ملی دارین، اسمش یهوه است. ما هم خدای ملی داریم، ولی هر کدوم از شما به یه خدای شخصی و یه خدای خانوادگی نیاز دارید. به اسرائیلیان گفتن که شما برای خدای شخصیتون به اشره نیاز دارید و بل هم خدای خانوادگی شما خواهد بود. به همین خاطره که در تمام عهد عتیق میبینیم که اسرائیلیان ستونهایی برای اشره و بت‌هایی برای بل ساختن. خداوند به اسرائیلیان گفت شما که دارید وارد این سرزمین میشین، مردم کنعان شما رو فریب میدن و همین اتفاق هم افتاد. براتون چند آیه میخونم. داوران 3:7، باز بنی اسرائیل خداوند خدای خیش را فراموش کردن و دست به کارهایی زدن که گناه بود و بت‌های بعل و اشتاروت را پرستش نمودن. و بعد زمانی که ایلیا همه رو به کوه کارمل فراخوندم، در این مورد صحبت میشه. اول پادشاهان 18:19، اکنون همه مردم اسرائیل را گرد هم آور و نزد من در کوه کارمل بفرست، و همچنین 450 نبی بت بعل و 400 نبی الهه اشرا که بر سر سفره ایزابل میخورن نیز بفرست. راست یادتون باشه خداوند داشت روی کوه به موسی میگفت تمثال نسازین، خداوند داشت میگفت بت نسازین. وقتی خداوند داشت اینو به موسی میگفت، فرزندان قوم اسرائیل در پایه های همون کوه داشتن دوتا گوساله طلا رو میساختن تا به عنوان بت پرستش کنن و گفتن این گوساله ها ما رو از مصر بیرون آوردن. بعضی وقتا در کتاب مقدس نکاتی طنزآمیز به چشم میخوره. مصری‌ها داشتن میگفتن این گوساله هایی که ما همین الان ساختیم ما رو نجات دادن. این واقعا دیوونگیه. خب، زمانی که خداوند داشت به موسی میگفت بت نسازین، قوم اسرائیل در حال ساخت بت بودن. خب، در این مورد خوب فکر کنین. کنانیا معتقد بودن که خدایان در آسمان ها زندگی میکنن و وقتی که تمثالی می ساختن، معتقد بودن که خدایی که در آسمان هاست روحش در اون تمثال قرار می گیره. بعد مردم کنعان اون تمثال ها رو به مزرعه ها می بردن تا محصولاتشون رو برکت بدن. تمثالی برای بارور شدن می ساختن و در اتاق خواب می زاشتن تا بتونن بچه دار بشن. گوش کنید، وضعیت کنعان واقعا وحشتناک بوده. اونا توی معبدشون زنان روسپی مخصوصی داشتن که اگه شخصی می خواست بچه دار بشه به اون معبد می رفت، هدیه تقدیم میکرد یا در اصل هزینه همبستر شدن با یه زن روسپی رو در معبد پرداخت میکرد تا با اون همبستر بشه و خدای باروری همسر اون مرد رو برکت بده. این کار غیر اخلاقی و غیر انسانی رو در معبد میکردن، چون بعد از این کار کودکان رو زنده زنده به خدای مولک تقدیم میکردن، مجبورشون میکردن که داخل آتیش بشن. خداوند اسرائیل میگفت من میخوام به شما هشدار بدم، اگه اجازه بدید چنین تمثالایی وارد زندگیتون بشن، قداست زندگی شما از بین خواهد رفت. چیزی که در فرمان دوم میخونیم همینه. تا اینجا درباره خطرات بت‌پرستی گفتم، راجع به عواقبش هم میگم. دقت کنید که مردم کنعان چه اعتقاداتی داشتن. اونا ایمان داشتن که اگه شخصی تمثالی از یه خدا بسازه، خدای اون تمثال روحشو در اون بت قرار میده. خب چه کسی این ایده رو به کنعانیان داده بود؟ شیطان این کارو کرده بود. اون اینو از کجا گرفته بود؟ چون خداوند تصویری از خودش رو روی زمین به وجود آورد و از روح خودش در اون دمید. بله، پیدایش باب 1:26، پس از آن خداوند فرمود اینک انسان را بسازیم
ایشان مثل ما و شبیه ما باشد. به همین دلیله که نیازی نیست تصویر دیگه ای از خداوند روی زمین باشه. شما تصویر خداوند روی زمین هستید. خداوند روح خودش رو در شما دمید. بله، در این فرمان به بت‌ها اشاره شده، ولی به کلمه تمثال یا تصویر فکر کنید. کلمه تصویر ریشه کلمه تصوراته. من تصمیم داشتم اسم این اصل رو بذارم اصل واقعیت، چون وقتی در یه دنیای تخیلی زندگی میکنید و یا تصورات غیر الهی دارید و در ذهنتون خودتون رو از لحاظ جنسی با شخص دیگه ای به جز همسرتون تصور میکنید، یا خودتون رو در خونه یا شغل دیگری تصور میکنید، وقتی که نمیتونید بدون داشتن یه شغل خاص یا یه سطح درآمد خاص یا یه موقعیت خاص یا یه مقدار خاص پول در بانک احساس شادی کنید، وقتی شروع میکنید خودتون رو در حال انجام کاری به جز اون چیزی که خداوند شما رو براش خلق کرده تصور میکنید، در اصل دارید بت پرستی میکنید. بله، این کار بت پرستیه و این خطر آلودگی و ناپاکی داره. به مورد دوم میپردازیم. عواقب ناپاکی رو براتون توضیح خواهم داد. آیه دوم از فرمان دوم خداوند، آیه 5: در مقابل هیچ بتی سجده مکن و آن را پرستش منما. حالا ما به جزئیات این مورد خواهیم پرداخت، چون پرستش و سجده ای در مقابل بت ها باعث میشه که شما اسیر بشین و اونا رو در اسارت خدمت کنین. دلیلش رو میخونیم: زیرا من خداوند که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمل نمی کنم و انتقام. کلمه انتقام جزء کلماتیه که افراد خیلی وقتا به درستی درک نمی کنن. راجب اینم توضیح خواهم داد: گناه کسانی را که از من متنفرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم. میخوام بدونید این چیزیه که برای کسایی اتفاق میفته که از خداوند متنفرن، نه اونایی که دوستش دارن. بارها از این آیات استفاده نادرستی در کلیسا انجام گرفته. انتقام گناه کسانی را که از من متنفرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم. سپس به این خواهیم پرداخت که خداوند برای کسایی که او رو دوست دارن چی کار میکنه. نسل سوم و چهارم، بهش فکر کنین. من فقط میخوام مردم فیض خداوند رو در عهد عتیق درک کنن. دقت کنین، خداوند نگفته که من کاری میکنم که این رفتارهای اشتباه در نسلها دوام پیدا کنه. انتقام گناه کسانی را که از من متنفرن تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم. این خیلی جالبه. جالبه بدونید که در اون دوره در خونه های هر اسرائیلی 3 تا 4 نسل در کنار هم زندگی میکردن. در مورد زندگی خودم براتون بگم، والدین من هنوز در قید حیاتن. مادر دبی هنوزم زنده است. وقتی برای کریسمس یا روز شکرگزاری کنار هم جمع میشیم، والدین من و مادر دبی، من و دبی و فرزندانمون و نوه های ما دوره هم توی خونه جمع میشیم. در هر مراسمی 4 نسل کنار هم جمع میشیم. در اسرائیل 4 نسل در کنار هم زندگی میکردن. این خیلی عالیه. خداوند میگه انتقام گناه کسانی را که از من متنفرن تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم. پدر من واقعا مرد خداونده. این مورد در مورد پدر من صدق نمی کنه. ولی تصور کنید اگه پدر من شخصی دائم الخمر بود و در حالت مسیح به هر کدوم از این مراسمای خانوادگی می اومد. این رفتار پدرم مسلماً روی فرزندان من و نوه هام تأثیر میذاشت. پس خداوند میگه این کار رو تا نسل سوم و چهارم انجام میده. ولی چرا باید خداوند اجازه بده چنین اتفاقی بیفته و بعد بگه که انتقام کسانی که از من متنفرن و تا نسل سوم و چهارم از فرزندانش میگیرن؟ دلیلش اینه: زیرا من خداوند که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمل نمیکنم. من برای محبت شما غیور هستم و رقیبی رو تحمل نمیکنم. حالا حسادت یا غیور بودن به جسم مربوط میشه، ولی حسادت و غیور بودن خوب و بد هم وجود داره. غیور بودن نوع بد اینه که به شخص دیگه ای به خاطر دلیل خودخواهانه حسادت کنید. نوع دیگه ای از حسادت یا غیور بودن وجود داره که ممکنه به دلیلی الهی به اون شخص حسادت کنید. خداوند به همین علت در تمام عهد عتیق میگه که من نسبت به اسرائیل خیلی غیور هستم. خداوند از دست کسانی که اسرائیلیا رو به اسارت بردن خشمگین و ناراحته. پس چرا خداوند باید انتقام بی اخلاقی ها رو بگیره؟ چون اون بی اخلاقی باعث ناامیدی نسل بعدی میشه و باعث میشه که نسل بعدی خداوند رو بطلبن. نسل بعدی
عواقب بی اخلاقی رو میبینن، درست مثل وجوده یه فرد دائم الخمر. نسل بعدی میگه من نمیخوام دائم الخمر باشم چون عواقبش رو دیدم. در حقیقت اسرائیلیان جمله‌ای دارن که در اثر تعبیر نادرست این آیه است. اسرائیلیان میگفتن پسر باید به خاطر گناهان پدرش کشته بشه، مثل همون جمله ما که پسر به پدرش میره. پسر باید به خاطر گناهان پدرش کشته بشه. حسیال باب 18 میگه دیگه حق ندارید این جمله رو به زبون بیارید چون من خداوند عادل هستم. اگه بتونم آیاتی رو در این مورد پیدا کنم حتما اونو براتون میخونم. بله، حزقیال باب 18 آیه 14 میگه اما اگر این مرد پسری داشته باشه، اینجا منظورش پسر ناخلفه، و گناهان پدر خود را ببیند و مانند او رفتار نکند، گناهان پدر خود را ببیند و مانند او رفتار نکند، قوانین مرا مراعات کند و از فرمانهای من پیروی کند، او به خاطر گناهان پدرش نخواهد مرد بلکه به راستی خواهد زیست. خداوند در اصل میگه که من انتقام گناهانو خواهم گرفت، ولی شما انتخاب دارید. اگه از گناه رو گردون بشید به خاطر گناهان پدرتون نمیمیرید و زنده میمونید. بذارید بهتون بگم، پدر من توی خونه ای زندگی میکرد که والدینش دائم الخم بودن، ولی اون هرگز یه قطره مشروب ننوشید. میدونید چرا؟ چون پدر من بی اخلاقی ها رو دید و بهش فکر کرد و اون نفرین نسلی رو برای همیشه شکست داد. چرا؟ که از گناه رو گردون شد. چون از گناه رو گردون شد. خب، پس خطرات ناپاکی و همینطور عواقبش رو بررسی کردیم. حالا میخوایم به سراغ برکت پاکی بریم. برکت پاکی نکته سومیه که امروز راجبش میگم. خروج باب 20 آیه 6. اما انتقام گناه کسانی را که از من متنفرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم. اما من محبت پایدار خود را تا هزاران نسل، بعدن میگم این عدد از کجا میدونم، تا هزاران نسل به کسانی که مرا دوست دارن نشان خواهم داد. بذارید آیاتی در مورد هزاران نسل به شما نشون بدم، چون برخی از افراد میگن منظور این آیه هزاران نفره، نه هزاران نسل. سه آیه دیگه هست که اصطلاح هزاران نسل در اونا به کار برده شده. تثنیه باب 7 آراسی 10 فرمان در تثنیه تکرار شده. در اصل قوانین خداوند در کتاب خروج نوشته شده و در کتاب تثنیه تکرار شده. تثنیه باب 7 آیه 9. پس باید بدانید که خداوند خدای شما خدای یگانه است. او خدایی با وفاست که عهد و پیمان خود را نگه می‌دارد و محبت پایدار خود را به دوستداران خود و آنهایی که از احکام پیروی می‌کنند تا هزاران نسل نشان می‌دهد. این فوق‌العاده است. بارها عهد عتیق رو می‌خونیم و تنها چیزی که فکر می‌کنیم داریم می‌خونیم حکمای متعدد محکومیت و قضاوت خداوند و قوانین خداونده. اینا برای رابطه با خداونده، همش برای نیکویی خداوند. نمیخواد شما با ناپاکی گام بردارید، چون این روی رابطه شما با خداوند تأثیر منفی میذاره. خداوند میخواد با شما رابطه مقدس داشته باشه. ناپاکی هم روی شما، هم روی فرزندانتون، هم روی نوهاتون و هم روی نتیجه هاتون اثر میذاره. پس شما باید هر چیز ناپاکی در زندگیتون وجود داره، هر چه سریعتر اون از زندگیتون بیرون کنید. و این کاملا درسته. چون اگه چیز ناپاکی توی زندگیتون وجود داشته باشه، روی رابطه شما با خداوند اثر میذاره. ما درباره انتقام گرفتن صحبت کردیم، حالا کمی درباره کلمه نشان دادن صحبت میکنیم. کلمه نشان دادن کلمه عبریه که به کلمات دیگه هم ترجمه شده. چند مورد دو اسم میبرم: خلق کردن، کامل کردن، تعیین کردن، تولید کردن، به انجام رسوندن، فشار دادن و همچنین چلوندن. لطفاً در این مورد فکر کنین. خداوند برای شما فیض خواهد ساخت. خداوند فیض رو برای شما به کمال میرسونه. خداوند فیض برای شما تعیین میکنه. خداوند فیض رو برای شما اعلام میکنه. خداوند فیض براتون تولید میکنه و فیض و برکتش رو تا حد اعلی به زندگی شما و هزاران نسل بعدی شما تقدیم خواهد کرد. خداوند فیض رو برای شما به کمال میرسونه. کافیه فقط او رو دوست داشته باشید و فرمان او رو نگه دارید. پس گوش کنید، ده فرمان ها بد نیستن. پولس در این مورد صحبت میکنه و میگه ده فرمان بد نیست، نیکوست. ما فهرستی از باید ها و نباید ها رو میبینیم، اما در واقع ارائه این ده فرمان به این علته که خداوند نمیخواد ما توی خیابون بازی کنیم. این ده فرمان فهرستی از اصولی هستن که اگه درکشون کنیم باعث برکت خودمون و تمام نسلهای بعد از خودمون میشیم. برخی از
برخی از شما میدونید که من و دبی 3 فرزند داریم. جاش، جیمز و ایلین. 2 پسر و 1 دختر. ایلین به مدت 2 سال زمانی که نوجوان بود زندگی دوگانه ای داشت و ما میدونستیم که اون مشکلات اخلاقی داره. برخی از شما که صاحب فرزند هستیم میدونین که وقتی چیزی توی زندگی فرزندان مشکل داره میتونید نشونش رو در خلقیات اونا ببینید. اما ما تو اون زمان نمیدونستیم که ایلین چه رفتارهای نادرستی داشته تا اینکه خودش پیش ما اعتراف کرد. ما هم دعا کردیم و از خداوند خواستیم که اونو هدایت کنه و سعی کردیم باهاش صحبت کنیم. دلیل اینکه اینو دارم اینجا میگم اینه که خود ایلین هم از این مسئله صحبت میکنه و در کنفرانس‌های مختلف راجع به این موضوع صحبت میکنه. به هر حال ایلین الان خداوند و صمیمانه محبت و خدمت میکنه، ولی اون مدتی از خداوند روگردون شده بود و زندگی مخفیانه ای داشت، ولی در نهایت توبه کرد، به سمت خداوند برگشت و حقیقتاً نجات رو دریافت کرد. اون زمان فقط 19 سالش بود. بعد از این که توبه کرد پیش من و دبی اومد و گفت میخوام چیزی رو برای شما اعتراف کنم. ما رفتیم بیرون و تو بالکن منزل شروع به صحبت کردیم. ما توی خونمون یه ظرف شکلات برای نوه ها داریم. میدونید که چی میگم؟ یه ظرف شکلات فقط برای پدر بزرگا، ببخشید، برای نوه ها، و عذر میخوام. بنابراین من یه دونه از اون شکلات های کوچیک برداشتم، رفتم بیرون و شروع کردیم به صحبت کردن. من نمیدونستم ایلین میخواد چه چیزی رو اعتراف کنه. من شروع کردم به خوردن شکلات و اون اعترافو شنیدم. قلبم برای دخترم خیلی شکست. دومین شکلات رو نخوردم. با هم صحبت کردیم و بهش محبت کردم و براش دعا کردم. باز به عنوان یه خانواده با هم متحد شدیم. وقتی از خونه بیرون اومدم شکلات رو تو جیبم پیدا کردم و میخواستم بندازمش دور، ولی خداوند به من گفت این شکلات رو نگه دار، و من اون شکلات رو نگه داشتم. 6 ماه بعد ایلین با تان آشنا شد که در حال حاضر شوهرشه. در این مدت ایلین خداوند رو خدمت کرده بود و خیلی به وضعیتش سر و سامون داده بود. ما شروع کرده بودیم با هم صحبت کردن، چون یکی از دلایلی که ایلین سرکشی کرده بود من بودم. در واقع من ناامیدش کرده بودم، چون در اون دوره کلیسای ما خیلی بزرگ بود. البته این تقصیر شما نیست، تقصیر منه. درگیر کتاب نوشتن، برنامه تلویزیون و تمام این مشغله ها بودم. بازم عذر موجهی نیست. البته اون میدونست که دلیل بیتوجهی من چی بوده، ولی بازم عذر موجهی نیست. به هر حال من اونقدر که دلم میخواست در دوره نوجوانیش نتونستم براش وقت بذارم. شروع کردم ازش سوال کردن که چی باعث شده از من ناامید بشی و چطور میتونم ازت بخوام که منو ببخشی. یکی از چیزایی که بهم گفت این بود: پدر، این چیز کوچیکیه ولی تو دلم مونده. ازش سوال کردم که موضوع چیه. خب یه شب وقتی که اون 3 ساله بود ما داشتیم به دالاس میرفتیم و ساختمان اجتماعات چراغاش روشن بود. میدونید که برج اجتماعات نورای خیلی قشنگی داره. این اولین بار بود که ایلین این ساختمون رو دیده بود. اون 3 سالش بود و گفت پدر اونجا رو ببین. من گفته بودم آره قشنگه، مگه نه؟ و اون گفته بود پدر لطفاً اینو برام بخر. خب مسلماً من نمیتونستم برج گرد همایی های دالاس رو بخرم. بهش گفتم عزیزم من نمیتونم این ساختمون رو بخرم، ولی اونجا یه رستورانه، و بهش قول دادم و گفتم وقتی که بزرگتر بشی. تو رو با خودم به اون رستوران میبرم. و این موضوع یادم رفته بود، ولی دخترم یادش نرفته بود. گفت پدر این موضوع خیلی مسئله کوچیکیه، ولی تو هیچ وقت منو اونجا نبردی. بنابراین یه روز رو تعیین کردیم، و زمانی که داشتم آماده می شدم که ایلین رو اونجا ببرم، خداوند چیزی بهم گفت. من اون شکلاتی رو که نگه داشته بودم تو جیبم گذاشتم. ما شام خوردیم. 2 روز بعد می دونستم که تان می خواد به ایلین پیشنهاد ازدواج بده، چون قبلا به من و دبی گفته بود. و من بعد از شام به دخترم گفتم دسر میل داری؟ گفت بله، و من شکلاتو بهش دادم. گفت این که دسر نیست. گفتم میتونیم یه چیز دیگه سفارش بدیم، ولی میدونی این شکلات چیه داستانش؟ گفت نه. بهش در مورد اون دوتا
شکلات گفتم و بهش گفتم خداوند به من گفته من و تو امشب با همین شکلاتو میخوریم، چون قرار اون باب از زندگی تو که تو از خداوند رو گردون شدی و ببندی و نفرینشو به نسلهای بعدی منتقل نخواهیم کرد. اون شکلاتو خوردیم، خیلی وحشتناک بود، خیلی. گوش دادین چی گفتم؟ وقتی خداوند میگه کاری رو انجام نده، علتش این نیست که نمیخواد شما خوش بگذرونین، بلکه خداوند میخواد که با اون رابطه مقدس داشته باشید. خداوند حقیقتا میخواد ما با اون رابطه مقدسی داشته باشیم. این ده فرمان صرفا راجع به این که چه کارهایی رو نباید انجام بدیم نیست، بلکه این ده فرمان اصولایی دارن که از طریق اون اصول ما میتونیم رابطه بهتری با خداوند و دیگران داشته باشیم. اگه ناپاکی در زندگیتون وجود داره، نه به خاطر اینکه خداوند ازتون خشمگینه، بلکه به خاطر اینکه شما رو دوست داره، ازتون میخوام اون ناپاکی رو امروز کنار بذارید. بسیار ممنونم که ما رو تماشا کردید و امیدوارم با موعظه‌های بعدی از این مجموعه با ما همراه باشید.